سلطان، محمد ظریف و محمد حامد مهمان های ما هستند. بسیار زیاد خوش آمدین، سلامت باشین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صبحتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز. امیدوار هستم که همه کشون جور و صحتمند باشد و صبح به خوبی و خوشی آغاز کرده باشد. تشکر شما. محمد ظریف جان و محمد حامد جان، شما خوش آمدین، صبحتان بخیر. خوش باشین. خوش آمدی خودتان، خوش آمدی جان. خوش باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ظریف حسینی هستم، عضو تیم ملی نوجوانان افغانستان و یک تن از اعضای انجمن ایسجه. آفرین. و این مدال هم مربوط شما میشه دیگه؟ بله. در این کدامش طلایی است که باز امور گوشه کنیم؟ اکثریتش طلایی. خب اکثریتش طلایی. بازی ها کلش همینجا داخلی گرفتین یا خارجی هم گرفتین باز؟ نه خیر، داخلی می باشد که بین انجمن ها و عضو تیم در تیم ملی منتخب تیم ملی و استوره جمناستیک. خب امروی که تمرین میکنین، استاد امروی خودتان تمرین میکنین؟ بله امروی تمرین میکنم. چقدر وقت میشه شاگردها تمرین میکنن امرویتون؟ مدت های متفاوت میشه، مدت 2 سال، 3 سال، 4 سال است که بچه تمرین میکنه و ما انجمنی که احداث کردیم مدتی 6 سال میشه که فعالیت داریم در بخش. بله. ظریف جان و حامد جان چقدر وقت میشه که در این درجه رسیدن؟ خب ظریف جان مدت 3 سال میشه که کار میکنه جمناستیک و محمد حامد مدت 2 سال است که جمناستیک کار میکنه. خب خب این جمناستیک باز کمربند داره یا باز اما درجه شان چه؟ خب جمناستیک ورزشی است که حرکات به قسم کلاس در جمناستیک کار میشه، حتی مسابقاتی که در سطح بین المللی و ملی برگزار میشه اینا کلاس حرکات داده میشه. کلاس هم به 2 صورت است بر اینا، یکی کلاس های اجباری است، یکی کلاس های اختیاری. کلاس های اجباری که از طرف کمیته تکنیک که شامل کمیته مربیان و داوران است تعیین میشه بر جمناست داده میشه و حرکات آزاد از طرف خود جمناست و با خلاقیت مربی اینا میتونه که دیده ای حرکات در مسابقه اجرا کنه. و نمره دهی از اینا هم طوری است که حرکات گروه حرکات مشخص است، قیمت حرکات مشخص است، وقتی اینا اجرا میکنه داورها زیبایی حرکات که چه قسم اجرا از لحاظ فنی و تکنیکی اینا را بررسی میکنه، هر کسی که درستتر اجرا کرد امو قهرمان است دیگه، حساب کمربند نداره. ولی کلاس داره که کلاس مشخص میکنه سطح ورزش تکنیکی ورزشکارا که تا چه سطح از لحاظ تکنیک حرکت بالاست. بله. و بینده ها هم ممیال به تصویرش از جریان تمرینات ظریف جان و حامد جان هم در تصویر میبینن. دو جوان بسیار موفق هستند. انشاءالله باز حرکت ها را برای ما اگر باز موافق به توافق رسیدیم در استودیو هم انجام خواهد داد. در رابطه با تقدیر نامایشان و مدال هایی که گرفتن بر ما بر بینده اگر معلومات بتین که مثلا باز یا از تقدیرنامه‌ای از کشورهای دیگه یا از کشورهای همسایه هم دارن، چقدر برای زمینه سازی شده از طرف فدراسیون که یا برند اونجا مسابقه انجام بده. خب تقدیرنامه و مدالایی را که بیننده ها شاهد هستند اینا اکثرتشان مدالای داخلی است و محمد ظریف و محمد حامد هم که در کناریم است اینا اعضای تیم ملی نوجوانان است و ظریف جان که از قهرمان تیم ملی نوجوانان است. اکثریت این مدال‌ها از مسابقات داخلی به شامل مسابقات منتخبه، مسابقاتی که در زون های کابل برگزار شده از این مسابقات به دست آورده. ولی متاسفانه تا هنوز در بخش جیمناستیک ما نتونستیم که سطح آسیایی و جهانی مدال کسب کنیم و امیدواری وجود داره که در آینده های نزدیک بتونیم سطح حرکات ورزشکارا را تقویت کنیم تا بتونیم در مسابقات آسیایی و جهانی شرکت کنیم. خب بسیار خوب. ما یکیش گرفتم یک لوح تقدیرش، لیکن باز داخلی از این بسیار زیاد تقدیر نام دارن، درست؟ شاید در کدام از او بمی اندازه باشه؟ جمناستیک یکی از خوبی های جمناستیکی است که ما جمناستیک کار میکنیم به نام جمناستیک هنری یا آرتستیک یاد میشه که جمناستیک انواع زیادی داره. خب و در بخش جمناستیک هنری 6 واسطه کار میشه، در سطح بین المللی مسابقاتش برگزار میشه و جمناست اگر قادر باشه که در 6 واسطه درست درخشش داشته باشه میتونه 6 مدال کسب کنه و در بخش عمومی هم یک مدال میتونه کسب کنه که در مجموع 7 مدال میشه که هیچ رشته ای قدر مدال در سطح مسابقات بین المللی و ملی نداره. چقدر شاگرد دارین؟ شاگرد حدود 60-70 نفر هست که در تایم‌های مختلف تمریناتشون جریان داره. و همکاری فدراسیون با ورزشکارای ما چگونه است؟ خب
متاسفانه تربیت بدنی و فدراسیون ملی ژیمناستیک برای فعلا ما تیم ملی هم عهده‌دار تمرینات تیم ملی هستیم که متاسفانه جای برای تمرینات تیم ملی ما نداریم. قبلا اینم یادآور شدیم که بعضن سوال است که ژیمناستیک چطور نتونسته در سطح بین‌المللی درخشش داشته باشه. ما برای فعلا جای تمرینی مشخص نداریم در تربیت بدنی که ما بتونیم ژیمناستیک‌ها را تمرین بیتیم. اونجا سالن عمومی در اختیار ما است. متاسفانه وسایل های ژیمناستیک باید قسمی باشه که به صورت دائمی باید نصب شوه. یعنی ما اگر در سالن میریم مدت 1.5 ساعت 2 ساعت ما وسایل ها را عیار میکنیم، دوباره پس میکنیم، اونجا رشته های متنوع تمرین میکنه. ژیمناستیک نیازمند یک سالن تمرینی مشخص با وسایل فوق العاده ایمنی، وسایل های شش واسطه که در ژیمناستیک فعلا ما کار میکنیم به نام ژیمناستیک هنری یاد میشه، اینا باید تهیه شود و از لحاظ ایمنی ژیمناست یعنی صحتش تهدید نشود، آسیبات برش بیشتر رخ نده. ولی متاسفانه ما در شرایطی کار میکنیم تا یک مرحله ای را ژیمناست ها را تربیه میکنیم تا یک مرحله سطحی را که در سطح ملی خود افغانستان است، ولی متاسفانه تا سطح خارجی رو ما نمیتونیم به خاطر اینکه امکانات وجود ندارد. دومی دیگه فدراسیون هم همکاریش بیشتر نیست، متاسفانه با کلبدارا، با مربیایی که با تجربه است از اینا باید استفاده شود. از نظر دقیقاً در ارتباط ما نیاز داریم که یک شخصی مسلکی تر، درست تر، کسی که متحد باشه، کسی که کار کنه، فعالیتش درست باشه، واقعا خدمت بکنه برای مردم افغانستان، این یک شخص نیازمند است. متاسفانه ما خودم هم عضو فدراسیون هستیم به عنوان یک مربی در فدراسیون ملی. متاسفانه طرح روشن برای ورزشکارای ژیمناستیک وجود نداره که بارها ما یک مسائل رو پیشنهاد کردیم که ژیمناستیک روی سطح کار میشه، ولی متاسفانه افغانستان تا هنوز نتونسته که یک علاقمندی مردم باش چطور است همراه رشته ژیمناستیک کار کنه. علاقمندی مردم بسیار خوب است، از اینکه ژیمناستیک به عنوان اساس تهداب رشته های دیگه یاد میشه، لقب مادر بودن ورزش خارم برای ژیمناستیک داده. به این لحاظ که ژیمناستیک تنوع تمرینی بسیار زیاد داره، یعنی آمادگی جسمانی فوق العاده در ژیمناستیک تحکیم میشه. اگر یک ورزشکار ژیمناستیک کار کنه، فوق العاده در رشته های رزمی، رشته های دیگر میتونه موفقیت درستتری کسب کنه. و مدال هایی که اینجا هستن، اگر کدام از این را باز به معرفی بگیریم شاید وقت بسیار زیاد لقن. بگیریم مدال های مختلف هست، مدال هایی که تازه است. بله، این از کجا گرفتیم؟ مسابقات منتخبی شهر کابل بوده، از مسابقات بین انجمن ها بوده که این مدالی که اینجا است از مسابقات تیمی ملی ایناست. این مدال که در بخش عمومی محمد ظریف جان تانسته که خوب. مقام قهرمانی را در بخش تیمی نو جوانان کسب کنه. خب نام خدا، نام خدایشان. و این مربوطی که میشه اینا کلش مربوط محمد ظریف جان است و مدالی که اینجا دوستا شاید است مربوط محمد حامید میشه. خب و تقدیرنامه خب فقط یک تایش که باز کردیم دیگه همه قدر تقدیرنامه دارن. فقط با یک جمله برشان یک چیز را میخواییم برسانم که زحمات تا ندر نمیره جوانا. خب یعنی هر قدر که شما تلاش بکنین، ورزش بکنین و کار بکنین، اما قدر نامخدا خودتان خود یک جای میرسانین. مثلا با وجود از اینکه مشکلات داریم، ولیکن بازم شما راه یافتین به تیم ملی و همچنانی که ورزش میکنین، یکی از توانایی و قدرت خارق العاده در میان دوستایتان و همسنینتان هستین، این هم گپ خرد نیست برتان. خوب است، میشه استاد دمی قدر جایی که داریم ازشان یگان حرکت هایی داشته باشیم؟ بله، حرکاتی کار میکنه، حرکات شاید ساده تر باشد چون سطح لغزنده است. و ژیمناستیک جایی میخواد که توشگاه ایمنی باید باشد، توشگاهی که روی کار میشه در سطح بین المللی، توشگاهی است که شکل ترامپلین به خود داره. برای فعلا یک حرکات ساده را تمثیل میکنه برای دوستان. بیاین ظریف جان، برین بگیرین ببینیم که چی میکنین. بخیر کفش خود اگر بکشین دور. خب برین، مشکل نیست، با کفش هم برین. این ملاقه را بود؟ ملاقه به نام اعرابه یاد میشه، یک از حرکات های ابتدایی پایه در ژیمناستیک است و حرکات شامل فلک پشت سر میگه در ژیمناستیک که اینا را برای دوستا کار میکنه. حرکت های این اطافی پول پشت سر استاد شدن یا به اصطلاح انگلیسی برایشان بکوور میگه. که حرکت های ابتدایی برای یاد گرفتن ملاقه است که اگر ژیمناست بخواه حرکت های ملاقه یاد بگیره، باید حرکت ها را قادر باشه که اجرا کنه.
حرکت های تعادل به نام هندستان یا را رفتن روی دست که یکی از مراحل بسیار ابتدایی و فوق‌العاده مهم در جمناستیک می باشد که کار میکنند بر دوستا. ای باز چقدر حرکات دارن مثلا اگر فیه کسی بخواهی یاد؟ محدود نیست حرکات جمناستیک، نظر به خلاقیت جمناست هاست. هرچی حرکت ابداع شده میره در کتابچه حرکات ثبت میشه به نام جمناست ها، دیگه ایتر محدود نشده که حرکات هر زمانه. مثلا در مسابقات گذشته ما در 2021 شاهد بودیم که چندین حرکت تازه ابداع شدن، جدید بودن از طرف جمناست ها، و حرکتی که تازه ابداع میشه به نام امو جمناست مسما میشه هر حرکتی که باشه. خب حرکات انعطافی پلی جمناستیکی کار میکنه برای دوستا. یعنی کدام سنین باز مهم است برای آموختن از این؟ میشه بهتر آدم بیاد بگیره؟ سنی که جمناستیک میتونه شروع کنه سنی پایین ترین سن از سنی 3 سالگی است. از دوره کودکستان در کشورهای مختلف جهان جمناستیک تحکیم میشه روی ورزشکارا تا سن 18 سالگی که میشه اینا پا میمونه در مسابقات بین المللی و بیرونی. و جمناستیک یک ورزش عمومی است. ما یک جمناستیکی داریم به نام جمناستیک برای همه که هر کسی میتونه از او استفاده کنه. و یک ذهنیتی که برای دوستا وجود داره که میگه جمناستیک تنها برای کودکاست، این باور به نظر من اشتباه است، به خاطر اینکه جمناستیک دامنه تمرینات بسیار وسیع داره. میتونه حرکاتش را هر کس استفاده، کارمندایی که از کسایی که در ادارات کار میکنه در جاهای دیگه، سلسله حرکاتای کششی داره، انعطافی داره، میتونه برای رفع خستگی، برای تداوی استفاده شود. ولی اگر به شکل قهرمانی کار کنیم از سن 3 سالگی باید شروع کنیم، 3 ساله 6 ساله. ظریف جان، کی زیاد تشویقت کرد که به جمناستیک کار شوی؟ مرا پدر و مادرم در خانه زیاد تشویق میکرد و همکاری استاد مثل سلمان بود که اینجا رسیدم. حتما خودت هم باز علاقمندی نشان دادی دیگه در بله. چرا با جمناستیک انتخاب کردی؟ چرا مثلا بگرشتی دیگر انتخاب نکردی؟ به خاطر که جمناستیک شوق داشتم و خانواده‌ام تشویق کرد. خب حتما در این رشته هم حتما معلومات زیاد داشتی دیگه که بازم باعث شده باشه که خودت علاقه بگیری. بله. و محمد جان خودت هم کیا باز همکاری میکنم رای تشویقت میکنم؟ پدر مادر. خب بسیار خوب. چقدر وقت میشه که ورزش میکنی؟ مدت 2 سال میشه کارم. تنها اینم جمناستیک تمرین کردی یا نه باز دیگه چیزم تمرین کردی اولا یا؟ تنها جمناستیک کار. خب از همو 2 سال پیش که شروع به ورزش کردی آمدی در جمناستیک. خب استادایت باز خوب از همراهت همکاری میکنن؟ بله. یکان وقت خوب باز لط خونه میکنه دیگه؟ نه. مثلا این یک چیز خراب شوه یا مثلا یک حرکت برات بگویه که یاد بگی یاد نگرفتی، یک ماه دو ماه جنجال برانگیز شوه برای خودت، با جنجالتان نمیبره؟ نه دیگه بقدرش. خب و باز برادرها و خواهرای دیگه تان هم ورزش میکنه یا از خود که بزرگتر اگر باشن؟ از خودم خورتر از نام شرفان است، برادرم میشه. خب او خوب ورزش نمیکنه یا میکنه؟ او هم ورزش. خب او باز چی ورزش میکنه؟ جمناستیک. او هم جمناستیک میکنه. خیلی کل روز دیگه شما دو نفر در میخانه چپ و راست ملاخ زده میره؟ بله. خب و از خودت هم برادرایت باز ورزش میکنن؟ از من یک برادر خورتر ماست که در جمناستیک می تازه شروع کرده. خب استاد چی حال روز باشن در خانه؟ کلی روز ملاخ زده میرین دیگه؟ نه یک وقت معین تشخیص میکنیم باز هم وقت کار میکنیم. نه باز مثلا یک دفعه شوق میاد داخل اتاق هستی در خانه هستی همونجا باز یک ملاخ میخوری یا نه باز جای شدیده؟ نه جای شدیده که افگار نشه. آفرین. موفق و سربلند باشین، بسیار زیاد خوش آمدین، حرکات بسیار خوب، موفق باشین، آرزوی موفقیت برتان میکنم، انشاءالله اینده درخشان دارین، دیستین که شما میاین جمناستیک تمرین میکنین و دیگه قدر مدال گرفتین و قدر تقدیرنامه گرفتین، انشاءالله دیگه 100% مطمئن باشین که یک روز بخیر در تلویزیون ملی بیاین و این میز پر باشه از مدالای خارجی. بیام از خودت میشنم ظریف جان، پیامت برای دوستکایت، برای بیندهایی که میبینه و برای اونایی که همسن دو سال خودتان هستن و سالگاری میکنن، ورزش نمیکنن، در درسهایشان هم کمی و کاستی اگر داشته باشن پیام میتی برشان؟ بله، من از همسن سالهای خود
خواهش مندم که در ورزش کنند تا همیشه صحتمند باشند و درسای خود کوشش کنند. و من یک تشکری خاص از استاد خود میکنم که برای ما زحمت کشید و ما را قهرمان ساخت. و محمد جان خودت هم پیام میتی بر دوستایت؟ بله، من یک پیام خاص برای هموطنان خود دارم که زیادتر به ورزش رو بیاورن، خصوصا ورزش جمناستیک که نسبت به ورزش های دیگر بهتره. سلامت باشی. و استاد در آخر پیام شما می داشته باشه. خب تشکری میکنم در آخر از شما که دعوت کردین ما را و همیشه همی ورزشکارا بودین و ما از هموطنا و مسئولین عزیز خواهش می است که ورزشکارا را حمایت کنه. تنها کسانی که افتخار برای کشور عزیز ما کسب کرده و افتخار کسب میکنه و ما به عنوان یک مسئول یک مربی برای دوستای تعهد میتیم که روزی جمناستیک بتونه مدال از سطح بین المللی و آسیایی برای افغانستان برمغان بیاره. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر.